در هفدهم همه اول اول ساروز میلاد حضرت خاتم النبیین محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله علی و امام جعفر صادق علیه السلام جهان اسلام غرق در نور و شادی شد مسلمانان در نقاط مختلف جهان با بزرگ داشته این روز در مجالس و محافل مختلف به جشن و سرور پرداختند حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و علی آخرین پیامبر خدا دین مبین اسلام را برای جهانیان به ارمغان آوردند تا بشریت را به تعالی و راه و رسم درست زندگی آشنا کنند و در این راه رنجها و مشقتهایی بسیار را متحمل شدند انگام ولادت آخرین پیامبر خدا تاق کسرا در ایران شکافت و چند کنگره آن فرو ریخت آب رود سماوه در بین کوفه زیاد شد و به جریان افتاد آتشکده سرزمین فارس پس از هزار سال روشنایی خاموش شد بطهای مکه سرنگون شدند نوری از وجود آن حضرت به سوی آسمان بلند شد و شعاعی را روشن ساخت و شیطان از پرواز به سوی آسمان های هفتگانه من گردید ششمین وسیع و جانشین ایشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نیز در طول عمر پربرکتشان تعدادی بیشمار از بزرگترین علما را تربیت کردند و از این رو پیروان مذهب حقه تشیع را شیعه جعفری نیز مینامند شیخ توسی در کتاب رجال خود تعداد شاگردان امام صادق علیه السلام را 3197 مرد و 12 زن ذکر کرده که همگی از مکتب و محضر ایشان استفاده علمی بردند.